کار پروژه تحکیم سواحل دریای پنجشیر و بیش از 100 پروژه مختلف دیگر به هزینه بیش از 100 میلیون افغانی آغاز شد. اولا تاسی خوشحال وین اند پنجشیر ولایت بده قهرمان درک د افغانستان اسلامی امارات د اوبو او انرژي وزارت لوخانه څلور پروژه په حدود دی شل میلیون افغانۍ کې دلته نن افتتاح کیږي. اداري یا رهبریت ولایت پنجشیر ان شاء الله 100% در هر عرصه ای که ضرورت باشه از امنیت گرفته و از دیگه هماهنگی و همکاری که مربوط به ما میشه ان شاء الله ما همه ما در خدمت شما هستیم و اگر ضرورت جای باشه براتون جای میتیم، ضرورت دیگه امکانات باشه امکانات براتون هم آماده مهیا میکنیم. اجرای پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل با سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاران داخلی آمادند تا روی این پروژه مهم سرمایه گذاری کنند. افغانستان 25 دریای بزرگ و بیش از صدها دریاهای کوچک را دارا می باشند. مهمترین منابع آبی افغانستان آبهای چاه‌ها، چشمه‌ها و آبهای بارندگی می باشد. آبهای سطحی، جوی‌ها، دریاچه‌ها، دریاها، بندها و حوض‌های طبیعی، یخچال‌ها، کوه‌ها و بخارات اتمسفر. در همین حال پروژه تحکیم سواحل دریای ولایت پنجشیر با هزینه بیش از 20 میلیون افغانی آغاز شد. در مراسم آغاز کار این پروژه ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب گفته است که امارت اسلامی افغانستان طبق پالیسی و راهکارهای متوازن که دارد خواهان تطبیق پروژه های عمرانی در کشور است. و بر اساس نیازمندی ها در هر ولایت پروژه های عامل منفع را تطبیق می کند که امروز شاهد آغاز کاران هستیم. وای همچنان افزود با حاکمیت دوباره امارات اسلامی و احساس الله تعالی امنیت سرتاسری در کشور فراهم شده است و باید از این فرصت استفاده اعظم کرده و با مردم خیش خدمت کنیم. همچنان سرپرست وزارت انرژی و آب از کارکردهای حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر بنابر جذب پروژه های انکشافی برای این ولایت ستایش کرد. در این مراسم آقای حکیم والی پنجشیر گفته است که امارت اسلامی توجه خاص به پنجشیر دارد و در حال حاضر علاوه بر این پروژه 133 پروژه مختلف دیگر نیز در این پنجشیر تحت کار می باشد. که در آن پروژه صدها کارگر از محل مشغول به کار هستند. همچنان سیف الدین لطول سخنگوی مقام ولایت پنجشیر خاطر نشان کرد که پروژه تحکیم سواحل دریای پنجشیر شامل بیشتر از 70 متر دیوار استنادی است که با حمایت مالی وزارت انرژی و آب اجرا می شود. و تاکید کرد که این پروژه از ولسوالی های شتال، انابه، رخه و دره این ولایت آغاز شده است که با تکمیل آن هزاران هکتار زمین و صدها خانه مسکونی از خطر آب دریا در ولسوالی های یاد شده در امان خواهد شد. وزارت انرژی و آب برای تطبیق این پروژه ها نزدیک به 110 میلیون و 700 هزار افغانی پرداخت می کند. از سوی دیگر کمبود آب آشامیدنی و کاهش آبهای زیرزمینی در پایتخت از نگرانی های جدی محسوب می شود که علاوه بر مسئولان امارت اسلامی باشندگان پایتخت را نیز نگران کرده است. افزایش جمعیت، مصرف بیروی آب، عدم مدیریت درست منابع آبی، آلودگی آبهای زیرزمینی از عمده ترین عوامل کمبود آب در پایتخت می باشد. با این حال وزارت انرژی و آب می گوید
که برای عملی سازی پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل از طریق سرمایه گذاری خصوصی تلاش میکنند. مطیع الله عابد سخنگوی این وزارت گفته است که پرونده این پروژه برای منظوری به دفتر رهبری امارات اسلامی فرستاده شده است. وی همچنان افزود پروژه چگونگی عملی سازی انتقال آب دریای پنجشیر از سوی وزارت انرژی و آب تکمیل شده و اکنون برای منظوری به دفتر رهبر امارات اسلامی ارسال شده است. وزارت انرژی و آب در تلاش است تا از طریق دونرها یا سرمایه گذاری خصوصی بودجه این پروژه را تأمین و کار آن را آغاز کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که سرمایه گذاران داخلی آماده اند تا روی این پروژه مهم سرمایه گذاری کنند. خانجان الکوزه از و هیئت مدیریت اتاق تجارت و سرمایه گذاری اظهار داشت سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقمند مشارکت در این پروژه هستند. زیرا واقعا سود آور است. برخی کارشناسان معتقدند که انتقال آب دریای پنجشیر و سرمایه گذاری هنگفت و زمان بیشتری نیاز دارد. بنابراین ابتدا باید روی ساخت بند باغدره و کانال‌های بند شاه عروس کار شود. امان‌الله غالب رئیس پیشین شرکت برشنا گفته است اگر امارات اسلامی توانایی مالی ندارد میتواند از طریق اسپانسرها و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری روی این پروژه بودجه تأمین کند. دولت نیز میتواند برای فروش و مدیریت آب از بودجه خود حمایت کند. آن وقت چالش آن حل می شود. کمبود آب آشامیدنی در پایتخت یکی از نگرانی های جدی دولت و مردم این شهر بوده است و علاوه بر مسئولان امارات اسلامی باشندگان کابل نیز در نگرانی بسر می برند.